این مشکل از عروسه. عروسه بسیار مشکل از شماست خانم. مشکل قشنگ دوربینو میبینه 360 درجه دیدگاهش عوض میشه. آدم باید شریف باشه تا آخر عمر. یه سری از مناسبت ها هست که وقتی بهش میرسی نمیدونی باید تبریک بگی، ناراحت باشی یا افسوس بخوری. روز پدرم جز همین مناسبت های خاصه، مناسبتی که برای یه سری ها یادآور درد از دست دادن تکیه گاه زندگیشونه و برای یه سری ها دیگه تلنگری برای قدردانی این موهبت بیکران خدا. قدرتون رو میدونن آقا زاده؟ بله، قدر پدرم رو که سعی میکنم بدونم ولی بعضی اوقات نه، ولی حالا پدرم این بود از کار افتاده هم هست و اینه ممنونم مرسی، ولی سعی میکنم آره بازم تا جایی ممکنه قدرشو بدونم بهش احترام بذارم. بیشتر تو تربیت دیگه، تربیتشون باید از همون بچگی باش جوری باشه که مثلا قبول کنن دیگه پدر و مادر رو، واقعا اینا رها میکنن بچه رو، بعد که بزرگ میشه ازش انتظار اون کارهایی که خودشون نمیکردن انجام بده. خب غیر ممکنه دیگه، واقعا نمیشه. هیچی مثل پدر و مادر نخواهد شد و برادر هم نخواهد شد. خیلی محکم گفت. خیلی میدونه امروز هر جوانی برای خودش بزرگ میدونه. مثلا احترام مثلا مثل قدیم نبود که اولاد جلو پدرش پاش دراز نمیکرد. الان نه، الان جلو پدر شاید سیگار میکشه، موزاد شده دیگه. ما اصلمون بوده، تازه عروس دوماد شدیم، بابا هم آوردم که تنها نباشه. ما خودت تو گذشته اون کارا رو میکردی، الان به بچه میگی نه؟ نه بابا، ما که اصلا بچه های بودیم که واقعا اگه که فقط نسل سوخته بود. خب دیگه اون که آره، اگه بخوام سوخته باشه بنده خدا اون موقع که خیلی سخت بود زندگی، واقعا ما این امکاناتی که بچه‌ها الان دارن ما نداشتیم دیگه. چرا سخت بودش؟ امکاناتش قبول دارم، ولی خب سختیش الان این بنده خدا میخواد ازدواج کنه، الان بنده خدا کلی باید کار کنه، زحمت بکشه. تازه یه پراید هم نمیتونی بخری. من نه، توقعاتشون بالا است. چرا با خانواده به این نتیجه نرسیده که حالا که پدر مثلا سلامت جسمش کم شده مثلا بذاریمش آسایشگاه، بذاریمش خانه سالمندان؟ حالا این یه تصمیم سخت و دشواریه، نمیشه اینجوری گرفت. حالا شاید هم به این فکر افتادیم، ولی خب دیگه حالا فعلا که نشد. اینا مادرم حالا یه جورایی داره ازش نگهداری میکنه، از پدرم. آره، یه روزی خدای نکرده مادر به هر دلیلی نتونه نگهداری کنه، شاید شما این تصمیم. آره دیگه، شاید این تصمیمو بگیریم. به نظرتون دلیلش نیست که شما هم وقتی جوان بودید به پدر مادر خودتون احترام میذاشتید که الان ماحصل شدن؟ دقیقاً. حتما اذیت میکنه پدر مادر. مادر اذیت یا اون نمیتونه پدر مادرش محافظت کنه درسته، یا به خاطر سختیایی که داره دیگه مجبوره به پدرشون سالمندان دیگه. یه برهه‌ای هم شما از پس خودت بر نمی اومدی، خیلی اذیت میکردی، پدر مادر بالا سرت بودن تو بزرگ شد. اون دیگه والا نمیدونم، نظری نمیدونم، نظری ندارم. اون تصمیم اشتباهیه. خیلی آخه شرایط خاصه یه مقدار حالا، ولی خب شاید هم نمیشه گفت. حالا باید ببینیم شرایط چطور میگه. حالا امیدوارم که مجبور نشیم این کار بکنیم. حالا خب اجباری که در کار نیست، من منظورم اینه، میگم توی برهه خودتونم از پس کارامون بر نمی اومدیم، اونا می اومدن مراقبت میکردن از ما تا ما بزرگ شدیم تا به اون سلامت رسیدیم. اینو میگم الان وظیفه ماه که بخوایم حالا چونی به خاطر راحتی خودشونه، خودت راحتی خودت. من که یه زمانی میتونستی راحت بشی ولی این کارو نکردی. خب بعضیا که مادرشون خیلی دوست میدارن، پدرشون دوست میدارن، اونا که دوست میدارن هم کار نمیکنن. اگه برن خدا نکرده جدایی هم بکنن، نمیذارن پدر مادرشون برن تو سالمنده. این مشکل از عروسه. عروسه بسیار مشکل از شماست خانم. مشکل از عروسه دقیقا. بله، اول زندگی با هم دیگه اختلاف بندازی بده. نه آه سلام آزاده. یه چیز قشنگ بگو، یه ذره هم شرافت، واقعا آدم وجدان داشته باشه، آدم شریفی شه که میتونه حتما از پدر مادر یا از دیگران هم احترام برای اونو قائل باشه، باید حتما از اونو نگهداری کنه، باشون باشه تو طول عمرشون. چه قشنگ دوربینو میبینه 360 درجه دیدگاهش عوض میشه. آدم باید شریف باشه تا آخر عمر. کردم از بچگی که پدرم جدا شدش از مادرم، سعی کردم رو پای خودم وایستم و جدا از اون کمک مادرم بکنم. یعنی که از سن 14 سالگی شروع کردم مستقل شدن و تو هنر، تو نوازندگی، تو فروشندگی و تو بازرگانی تونستم پیشرفت داشته باشم و همین که الان تونستم یه خونه براش رهن کامل کنم توی شهر خودمون، خودش میتونه افتخار باشه. چه رابطه عروس واقعا با خانواده شوهر اینقدر بده؟
والا نمیدونم، من کراوتم با خانواده همسرم خوبه. فکر میکنید اینکه اولش تا آخرش هم همین خواهد؟ آره دیگه. پس این جمله رو شنیدی که میخواستی پدرم نباشی، حالا که پدرم این وضعی خود داری؟ آره زیاد جمله معروف. نمیتونی نمیتونی خب چرا من اومدم. خوبه. اگه بخوای پدر رو تو یه واژه توصیف کنی چی بهش میگی؟ پدر خودت ها، یه خصلت اخلاقی که بارز باشه. خفن درجه یک. انشالله که همیشه خفن بمونید، سلامت باشید، سایتون بالا سر خانواده باشه. خیلی خوشم، واقعا لذت بردم، سفر خوبی داشته باشید عزیزید. یا علی، خدا نگهدار. حرف از مرد و روز پدر شد، یادمون نره فارق از همه اتفاقات یا نگرش های متفاوت اجتماعی، به یاد بیاریم کسایی رو که مردان پا تو عرصه ای گذاشتن، که هنوز وطنی داریم به نام ایران و خدایی داریم به زیبایی رنگین کمان.